مفصله. از قتاده نقل میشه، قتاده از دشمنان امیرون علیه السلام، ولی خداوند گاهی مخ اینها رو میپیچوند که یه فضائلی رو اینها بگویند و برای امیرون صلی الله علیه ثبت بشه و به ما برسد. فی تفسیر قوله تعالی، در تفسیر این آیه شریفه، و تر الملائکه حافین من حول العرش، میابی ملائکه را دور عرش صف کشیدن، طواف میکنن، توجه دارن، چه خبر دور عرش؟ قال انس، زنایی که نسبت به امیر علیه السلام کینه داشت و امام صادق علیه السلام میفهمن سه نفر بودن بر پیغمبر دروغ میبستن، یکشون انس بود، یکشون ابو هریره بود، یکشون یه زنی بود، این سه نفر بر پیغمبر دروغ میبستن. انس میگوید وقت اینا که اینجور با امیر علیه السلام دشمنن، ببین مطلبی که میگفتن اونقدر این مطلب سندش قوی بوده که جای انکار نبوده. زمان گذشته برای ما، ما ظرف زمانی رو نمیفهمیم، چطور شد این دشمن امیر علیه السلام این حرف زد؟ یه بخشش عنایت ربانی است، خدا خواسته این مطلب این رو این بگه به ما برسه، یه بخش دیگرش اینه از بس مطلب محکم بوده و بین مردم مشهور بوده، اینو میدیدن اگر نگن خودشون رو خراب میکنن. مردم میگن چطور شد این مطلب به این مهمی رو این نگفت؟ برای دفع شبهه کذب و عناد و نفاق از خودشون مجبور میشدن این فضائل رو بگن. میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود لما کانت لیلت المعراج، وقتی شب معراج بود، نظرت تحت العرش امامی، عرش دیدم، اون پایین عرش جلوی من یه شخصی ایستاده، فاذا انا بعلی ابن ابی طالب، اللهم صل على محمد و علی محمد. من دیدم علی ابن ابی طالب جلوی منه، ما این همه راه رو سپری کردیم اومدیم عرش، امیر علیه السلام جلوی منه، قائما امامی ایستاده روبروی من، جلوتر از من، یسبح الله و یقدسه، داره خدا رو تسبیح و تقدیس میکند، عبادت میکنه خدا رو. یه قلت یا جبرائیل، تو بحث سبقت، قلت یا جبرائیل سبقنی علی ابن ابی طالب، این که تو همه جا از ما سابقتر، اینجام قبل من اومده، سبقنی علی ابن ابی طالب، امیر علیه السلام قبل از من اومد جلو. قال لا، جبریل عرض کرد نه یا رسول الله، لکنی اخبرک، من به تو خبر میدهم. اخبار جبریل، خبر دادن جبریل، مطلبی است که برای پیغمبر از 100 میلیارد جبرئیل روشن تره، اما برای این مسلمین مفلسین وقتی پیغمبر میگوید جبرئیل گفته، اینا میگن آه مطلب خیلی محکمه، جبرئیل گفته. عرض کرد جبرئیل نه یا رسول الله، ولی من به تو خبر میدهم. بدان یا رسول الله، اعلم ان الله عز و جل، خدای عز و جل، یکثر من الثناء و الصلاة علی علی ابن ابی طالب، اللهم صل علی محمد. این حدیث همین قسمتش جهانی از معرفت. ای پیغمبر، ان الله، خدا، یکثر، اکثار میکند از ثناء، ثناء یعنی درود، مدح، مدح گفتن میگن ثناء، و صلات درود فرستادن بر علی ابن ابی طالب فوق عرشه، توی عرش اقتدار خداوند،
اکثار میکند از ثنا و صلات به امیرون علیه السلام. ای رسول الله، خداوند اکثار میکند، نه کثیر نه زیاد، اونقدر زیاد و زیاد و زیاد که برای جبرئیل و عرش و مخلوقات این زیاده. اونقدر بر امیر المؤمنین ثنا میفرستد، درود میفرستد، تحیت میفرستد، وصف میکند، تعریف میکند که عرش و جبرئیل و خلائق، یعنی این زیاده. یعنی چه؟ یعنی قسمتی که عرش میتواند بفهمد و قسمتی که جبرئیل میتواند بفهمد و قسمتی که عالمیان میتونه بفهمه، از فهم اینا این مطلب بالاتره. یعنی میگه این خیلی زیاده. ای خدا داره علی میگه، ذکر علی، ورد علی، صلات بر علی، ثناء بر علی. و اون قسمتی که اینا نمیفهمن اونو دیگه به ما نرسیده. همیشه اون قسمتی که عرش و ملک میفهمن قلیل قلیلی رو میفهمن، اون اکثر و سر رو اینا مونده. اونقدر خداوند داره در مدح امیرالمومنین میگوید که عرش میگه این چه خبره، جبرئیل میگه چه خبره، این چیه. وقت این الله جل جلاله آنچنان علاقه و محبت به امیرالمومنین صلی الله علیه داره که دائم به ذکر امیرالمومنین دارد ثنا میگوید و صلات میگوید که جبرئیل و عرش رو فهمیدن. اون قسمتی که اینا فهمیدن یه ظاهری است که خدا به اینا فهمونده، اون باطن چه خبره، چه علاقه خدا به امیرالمومنین صلی الله علیه داره.